عشق جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. خداوندگار پارسی زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهکار بی همتای ادبی حماسی و منزه خود شاهنامه می‌فرماید: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و من آریا باقری به همراه کارگردان فنی برنامه آقای سبا صفدری با تکرار این کلام مقدس و تقدیم مهرآمیزترین درودها به بینندگان ارجمند برنامه را آغاز می نماییم. و چون هر بار بالا بلندترین درودها و ستایش خود را به اهورامزدای ایران زمین پیشکش می داریم، باشد که کشور ما را از شر این هیولاهای مذهبی رهایی بخشد. و باید اذعان داریم که هیچ ملتی دست به قتل عام ارتشیان خود نمی زند مگر بیگانگان و دشمنان آن ملت. و در کشور ما این رذالت و پستی به دست دکانداران دین، توده‌ای، کمونیست‌ها، مجاهدین خلق، چریک فدایی خلق، کنفدراسیونی، ملی مذهبی، بازاری و تاریک فکران جبهه ملی، مصدقی، نهضت آزادی و مزدوران فلسطینی و لبنانی و سوریه‌ای و تحت سرپرستی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای
دشمن ایران ایرانی و به ویژه پادشاه نیکندیش سرزمینمان چون آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه و آلمان و دهها کشورهای عرب تبار و مشابه. چندین هزار از جانباختگان ارتش شاهنشاهی و نیروهای انتظامی ایران که نام پرافتخار آنها جزو سربازان میهن پرست ایران زمین ثبت شده و از نخستین سحرگاهی که آخونها با فریب و نیرنگ به حکومت رسیدند توسط این طایفه ناجوان مرد به اتهامات واهی سینه های فراخشان آماج گلوله های این رزلان قرار گرفت و خون پاک عاشق ایرانشان سرزمین ما را گلگون و گلباران کرد. یاد و نامشان تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باد و مرگ و نیستی و تباهی نثار اون جرثومه های کثیف و لجن انیرانی. عرضم این به صورت دعای صبحگاهیمون بود که خدمتتون عرض کردم. همینطوری که استحضار دارید و روی صفحه تلویزیونتون مشاهده می‌فرمایید، امروز دوم می 2014 میلادی یا ترسایی است و دوازدهم اردیبهشت ماه 2573 شاهنشاهی هخامنشی ایرانی است. این سال رو به ذهنتون بسپارید، به جای 1393 به ساب چه میگن خلاصه فرار حضرت محمد از مکه به مدینه رو تاریخ مملکت خودتون ندونید. تاریخ مملکت ما تاریخ تاجگذاری کوروش کبیره، کسی که آزادی رو به دنیا و به تمام افراد بشر روی کره زمین اهدا کرد و اون زمان کسی اصلا نمیفهمید آزادی چیه، آزادی بیان چیه، آزادی مذهب چیه، آزادی مکان چیه و غیره و غیره. ولی اون مرد بزرگ، اون خدای ایران، اون خداوندگار زمین، اون اومد و این آزادی رو به همه داد و ثبت کرد بر روی سنگ و الان در دنیا نامش جاودانه. نه حالا بعد از 2500 سال، تا ده ها تا هرچی هر زمانی که این کره بر روی هست در فضا داره میچرخه، این نام هم همینطور در ذهن ها و در روی زبان ها به نیکی و خوبی یاد میشه، برخلاف آخوندهای خودم و خمینی و خامنه ای و خلخالی و اینها، این لجن ها، این گجستک ها که به زشتی و پلیدی نامشون در همه جا یاد خواهد. عرضم به حضور مبارکتون که امروز قبل از هر چیز و برابر معمول کتاب شورش 57 رو خدمتتون تقدیم میکنم، میخونم براتون صفحه 119 رو. این کتاب رو من میخونم برای اینکه بدونید که هر روز چه اتفاقی افتاده و به ویژه در برنامه دوشنبه خدمتتون عرض کردم در مورد آقای مسعود سعد، اون که حالا امروز هم یه گوشه ای از اون مطلب رو خدمتتون ادامه خواهم داد، که یک خائن به مملکت رو، یک سرباز پشت کرده به میهن رو اومدن به عنوان قهرمان ملی اعلام کردن. البته میدونم قهرمان ملی جبهه ملیه، چون جبهه ملی همشون مشابه همون آقای ناخدا سید احمد مدنی هن و آقای صدر هم مثل این که خودشون مال جبهه ملی هن. به نظرم من عذر میخوام، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، مسئولیت حرفم هم با خودمه، این یادتون باشه، به گردن تلویزیون و مدیریت تلویزیون نیست. شاید مدیر تلویزیون با حرفای من موافق نباشه، ولی من میگم خدمتتون. اول از کتاب رو خدمتتون بخونم. امروز همینجور که عرض کردم خدمتتون، دوازدهم اردیبهشت ماه 2573، ببینید که ماشین اعدام که دو ماه و نیم راه افتاده با سرعت همینطور داره هر روز از جوانان و به ویژه جوانان یا
یا عزیزان و بزرگان ارتش شاهنشاهی، چه در نیروی زمینی، چه نیروی هوایی، چه نیروی دریایی، چه ژاندارمری کل و چه شهربانی کل کشور، به ویژه از شهربانی و نیروی زمینی، بسیار بسیار کشته. امروز 12 اردیبهشت 1358، یعنی الان نزدیک تقریبا کمتر از 3 ماه از تولد ننگین حکومت اسلامی گذشته در ایران. گروهبان محمد علی شعبانی که روز 24 اسفند سال گذشته به هنگام دستگیری با شلیک گلوله در مغز خود اقدام به خودکشی کرده بود، امروز در بیمارستان زندان قصر تهران درگذشت. دیگه یه عده رو اینا رو مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق که می رفتن اینها رو دستگیر می کردن، می بردن اینا رو تو راه خودشون می کشتنش. خیلی باره ها رو براتون خوندم، به اینا با سند تاریخیه. راستی من چند وقته که گویا نگفتم، این از کتابیست به نام شورش 57 در آینه مطبوعات به قلم یک زندیاد جاوید نام به نام آقای شهرام جاویدپور. این مرد بزرگ که گویا در سن 42 سالگی در همین کالیفرنیا به درود حیات گفتن و نه روزنامه نگار بودن نه چیزی، ولی کاری کرد که وظیفه روزنامه نگار است. کسانی که روزنامه به دستشونه، سابقه روزنامه نگاری دارن و همش ادعای روزنامه نگاری میکنن از سالهای قبل از این فتنه، اینها باید این کارو میکردن و هیچ کدوم نکردن، ولی یک مرد ایرانی ایران پرست برداشت از تیتر روزنامه های جمهوری اسلامی جنایاتی رو که اینا انجام دادن از 26 دیماه 1357 تا 26 دیماه 1358 رو به صورت یک کتاب در آورد به نام شورش 57 در آینه مطبوعات. یاد و نامش همیشه جاوید و جاودان باد، این مرد بزرگ. و واقعا من از طرف روزنامه نگارای ایرانی، اینایی که الان روزنامه دستشون و صبح دارن و عصر دارن و شب دارن و تلویزیون دارن، شرمندن به خاطر اونا که اونا یه هنچی کاری رو نکردن و هنوز هم فرصتی هست که یه هنچی کاری رو بردارن کامل ترش انجام بدن. ولی اکسکیوز می، ببخشید، معذرت ما. خب گفتم اینا میرفتن میوردن خودشون تو راه میکشتنشون، یا اونقدر با چاقو میزدن و بوکس و لگد و اینا تو سر و صورتش که میمرد، یا با گوله میزدن، یا مثلا میخواستن از دادگاه ببرنش به زندان، تو راه خودشون میکشتنش. این مجاهدین خلق. 13 اردیبهشت ماه کاشان، سرپاسبان احمد بلند نظر، مأمور اطلاعات شهربانی کاشان، به عنوان مفسد فی الارض و عامل قتل و کشتار بامداد امروز در این شهر تیر باران شد. 14 اردیبهشت هم میخونیم، یعنی امروز 14 رو میخونیم، 15 رو میذاریم برای دوشنبه. سرگرد در 14 اردیبهشت 1158، سرگرد عبدالسلام جلود نخست وزیر لیبی در یک سخنرانی در قم در مورد موسی سر رهبر شیعیان لبنان که در مسافرت به لیبی ناپدید شده است گفت موسی سر از لیبی خارج شده و به ایتالیا رفته و در این کشور به دست صهیونیست‌ها و استعمارگران ترور کرده. خودشون اینا اسلامی ها همین ایران و لیبی و اینا ترتیبش رو دادن کشتنش، بعد گذاشتن به مثل که فامیل هم بود اصلا با خمینی و اینا، بعد به هر جهت گذاشتن به گردن نمیدونم صهیونیست و مهیونیست. کاری نداره. این از کتاب 57 خدمتتون عرض کردم. قبل از اینکه اون عکس رو میتونیم نشون بدیم آقای سبا، قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازم، ایمیلی دارم از دوست بسیار بسیار ارزشمند من و دوست بسیار ارزشمند تلویزیون ایران آریایی و آقای آریان وطنخواه مدیریت تلویزیون به نام آقای کامران طهماسب. این مرد نازنین فرزند یک نظامی، یک جناب سرهنگ ارتش شاهنشاهی ایرانه و یکی از دوستای بسیار عزیزش رو در نوروز سال قبل، همین نوروز امسال،
این نازنین به نام آقای امیر یزدان پرست، ایشون هم فرزند یک جناب سرهنگ ارتش شاهنشاهی هستن. این نازنین در سن حدود 50 سال در نوروز، در شبی که قرار بوده برای شام نوروزی به خونه پدرشون برن، ایشون در منزلشون سکته میکنن، میفتن و خلاصه وقتی برمیگردن میان میبینن که ایشون سال هاست که رفته. به هر جهت آقای امی، آقای کامران طهماسب به خاطر دوستشون این ایمیل رو به ما زدن، من بازخوانی میکنم. میگه بر سر توده خاکم به حقارت منگر، که فلک غباری سیه از گرد من است. امیر گرامی یعنی امیر یزدان پرست، هم کلاس و هم بازی و یار دیرین من به جاودانگی پیوست. امیدوارم جناب سرهنگ یزدان پرست و سرکار میهن بانو تسلیت من و خانواده ام را بپذیرند. کامران طهماسب. سپاسگزارم از عکسی که نشون دادین جناب سرهنگ یزدان پرست نازنین. من و از طرف خودم و مدیریت تلویزیون آقای ایران آریایی و سایر عزیزانمون و به ویژه مجدد از طرف کامران طهماسب بزرگ و پدر بزرگوارشون جناب سرهنگ طهماسب خدمتون تسلیت میگم. امیدوارم که بقای عمر شما باشه و همسرتون و سایر فرزندانتون و زندگی ادامه خواهد داشت. باید به قول آقای سهراب سهبهری زندگی باید کرد. خب اینم خدمتون عرض کردم. روز جمعه اگه یادتون باشه یا آدینه قبل صحبت از آقای چی بود اسمشون؟ مسعود صدر کردیم در مورد معرفی یکی از خائنین ارتش شاهنشاهی نیروی دریایی، سرهنگ دوم یا ناخدا دوم سید احمد مدنی، که ایشون در زمانی که در خدمت بود به نظر من آدم بسیار خوب بود، ولی بعدن فهمیدیم که زیرابی میرفته و با آخونده، با طالقانی و نمیدونم خلخالی و پلخالی، با این آشغالا با اینا سر و کار داشته، با اینا کمک میکرده. ایشون در یک اهانتی کرده بود در نیروی دریایی و تحویل کمیسیون 5 نفریش میدن، اخراجش میکنن، ولی اعلیحضرت از اونجا که اونقدر بزرگوار و نازنین بودن گفتن که این رو نذارید که ول بگرده و بذارید سر کار، گذاشتنش استاد دانشگاه و در دانشگاه هم بازم به تخریب مغز دانشجویان میپرداخت. بعدن هم که براتون در روز جمعه قبل خوندم که چه مزخرفاتی از دهنش در اومده بود. یکی گفته بود ما 2700 سال است که برای این آزادی، آزادی که الان در ایران هست، دارن عشق میکنن، میگن از اونجا افتادن تو دیگه اصل مردم از این آزادی که دارن. ایشون گفتن 2700 سال ما برای این قیام کردیم و نمیدونم فلان کردیم، بعد گفته شاه نمیدونم چیکار کرده، ما همه قراردادها رو کنسل کردیم و غیره که خوندم نمیخوام تکرار کنم. این آقای مسعود صدر گفتن. آقای مسعود صدر رو من به عنوان یک شاعر معرفی کردم و هممون هم میدونیم، همه دیدیم 5-6 تا DVD و CD و اینا دارن، چقدر هم زیباست و چقدر قشنگ خوندن اجرا کردن. ولی خیلی جالبه که من از یک چندین دوست نازنینم به من زنگ زدن و گفتن که آقای مسعود صدر اون جست زیبایی که دارن و اون گفتار قشنگی که در تلویزیون اجرا میکنن، این فقط همون جستشونه. و خب میدونید که خودشون رو به عنوان افسر نیروی هوایی معرفی میکنن، ایشون دانشجوی نیروی هوایی بودن که میان به آمریکا، به گویا مثل این که در تگزاس و اینها یه جایی هست میرن، بعد ایشون وا میخورن، حالا به دلایل یا سلامتی جسمی یا احتمالا مشکلات، حالا هرچی بوده، ایشونو رد میکنن، قبولش نمیکنن برای خلبانی، برش میگردونن و بیرونش میکنن، حالا یا استعفا میده به هر جهت میره بیرون. بعد دو تا برادر بودن به نام آقای علیرضا شجاعپور و برادرشون در اینجا بودن. آقای علیرضا شجاعپور الان در ایرانن، شاعر بسیار ارزنده و زبردستی است. ایشون این اشعار رو مینویسه و میده، حالا چه قرار و چیزی دارن با آقای مسعود صدر، و آقای مسعود صدر اینا رو به نام خودش داره به ماها میگه. دلیل اون
کسانی هم که به من گفتن، گفتن که شما نمیتونی یه روز صبح یه دفعه از خواب بلند شی و یه دفعه بشی فردوسی یا بشی مثلا حافظ، یا مثلا در سن 40 سالگی 50 سالگی یه دفعه صبح بلند شی و یک قصیده نمیدونم مثلا 200 فردی رو بگی از خودت. میگن اگر شما تونستین در یه روزنامه، در یه کتاب، در یه جایی یه قطعه شعر قبل از اینا از آقای مسعود صد پیدا کنین که قبلا دو تا خط شعر یه جا نوشته باشه، همچین چیزی رو شما در وجود در جایی پیدا نمی‌کنین. بنابراین اشعار مال آقای علیرضا شجاع‌پوره که در ایرانن، در اینجا بودن، ایشون هم با برادرشون با مسعود صد شبا در شبای شعر گوش کنار شرکت میکردن و ایشون شعرهای آقای علیرضا شجاع‌پور رو چون خوش صدا و خوش بیان و خوش هیکل و خوش قامت بودن ایشون میخوندن و بعدن هم که ایشون میره ایران، حالا میگن اونجا وضعش خوبه، این اشعار رو میفرسته و ایشون به نام خودش چاپ میکنه. اشکالی هم نداره باشه، ولی به هر جهت شعرها قشنگه، ولی اون اولیش که یه مقداری به شاه و اینام به حساب توهین کرده بودن، ضمن اینکه یه دفعه میرن پیش یه کسی که حالا من نمیخوام اسمشون رو بگم و درخواست میکنن که یه این نوا رو، میگه من اینو به خاطر آیت الله خامنه ای نوشتم، اینو لطفا ببرین به عرض ایشون برسونین و من عاشق. بعد یه دفعه میره پیش یه کسی دیگه میگه آقا، یه نوار دیگر رو میده، میگه من اینو به خاطر اعلی حضرت نوشتم، ببرید پیش اولیا حضرت فرح. و بعدن هم که میدونین یه مصاحبه با اولیا حضرت فرح میکنن اینا. حالا خواستم بگم که جبهه ملی رو من نمیدونم واقعا ایشون جبهه ملی ان یا چیز دیگه ان، ولی به هر جهت کاری که کردن کار بسیار زشتیه. ولی یک خبر دست اولی که دارم از یه دوست نازنینم، ایشون خودش از این کارش پشیمون شده و مثل آقای مشیری که چند بار حرفای ناشایست و بیخردانه ای زد و ما اینجا ازشون انتقاد کردیم، اومدن عذرخواهی کردن و در حقیقت به یه معنایی به غلط کردن افتادن، ایشون هم دارن همون عذرخواهی رو روز یک شنبه براتون انجام میدن. من خواستم که به اطلاع برسونم، چون من بیشتر از بدون اغراق بیشتر از 60 تلفن داشتم در این مورد که تشکر کردن که من این اطلاع رو دادم و گفتن که ما هممون غمباد گرفته بودیم، داشتیم میترکیدیم از این کار ولی راهی نداشتیم و مجبور بودیم که اینو به سا قورتش بدیم، ولی تو به سا عقده ما رو باز کردی. من خوشحالم که تونستم. من در اینجا میگم نه کسی هم، نه تیر و تفنگ دارم، نه میتونم بجنگم، نه هیچی، خیلی آدم ساده، ولی کسی که به ارتشیا توهین کنه، کسی که به پادشاه ایران توهین کنه، یا کسی که خائنین رو بیاره، گویا حتی شنیدم آقای صد یه بارم قره‌باغی رو ازش خیلی تعریف کرده بودن اینا، مثلا خانومه یه خانم دکتر پریشون حالی هست که میگن همیشه از بازرگان تعریف میکنه، اینا رو اگر من بشنوم و به من اطلاع بدن و یا چیزی باشه که در مورد ارتش شاهنشاهی کسی اهانتی بکنه، مثل آقای مشیری که یه بار در نهایت بی‌ادبی عکس شهدا، عکس امیرای ارتش شاهنشاهی رو که به رگبار مسلسل بسته بودن با تنهای سوراخ سوراخ خونیشون رو انداخته بودن رو زمین، این مرد بی‌خرد واقعا گوش دراز شروع کرده بود شیشکی درم کرد، گفت اینا ارتشن، اینا ارتشن، هی اینجوری میکرد، واقعا باعث شرمندگیست و من به قول خمینی رهبرشون زدم آنچنان تو دهنش که مجبور شد بیاد عذرخواهی کنه و امیدوارم که دیگه از این اتفاقات نیفته. ببخشید از این. من میخوام که از کارگردان عزیزمون برای اینکه یه مقداری جو برنامه رو عوض کنیم، میخوام که خواهش کنم از کارگردان اون رقص یک سگ بسیار زیبا رو براتون نشون بدیم، چقدر قشنگه، برای اینکه یه مقداری چی میگم یه لبخندی به لباتون بیارم و دیگه اینا رو بگذاریم بذاریم پشت سر. حالا میریم به آینده، سگا رو میبینیم. سبا جان آماده است؟ خیلی با هم میبینیم و برمیگردم خدمت. Yeah.
بسیار زیبا بود، چقدر قشنگ بود، چقدر قشنگ بود. واقعا واقعا خیلی وقتا شما میبینید که یک سگ چقدر از یک مقام روحانی، روحانیه که ما داریم، بالاتر و سرورتر و آقاتره. مثلا شما اینو با خلخالی قیاس کنید، این یک این پیش خلخالی خداست واقعا. اگر اون شخصیت کثیف و نحیف رو فکر کنید و جنایتکار قرنو که یه چیزی دست کم از نژاد هیتلر تو وجود این مرد کثیف و خبیث بود، این سگ میلیون ها برابر ازش بهتره. اینو پخش کردیم که شما بخندین و لذتی برده باشین. عرضم به حضورتون که من میدونید که الان دارن باز می نویسن کسری ما امروز با عرض معذرت رفتیم توی می، ولی هنوز بابت اپریل 42,660 دلار کم داریم. یعنی ما تا الان 7,356 دلار فقط تونستیم از 50,000 دلار ماه قبلمون کم کنیم واقعا و بگیریم. خواهش میکنم که دیگه من باور کنید به ایران قسم و به واقعا به پرچم ایران قسم، من شرمنده میشم خدا شاهده که بیام اینجا بشینم بگم که آقا پول بدین، تو رو خدا پول کم داریم. بیا من یا حتی آریان، حالا آریان میدونی مسئولیتش بسیار بسیار، یعنی اگر اون مسئولیتش 100 باشه، من مسئولیتم 1 نسبت به اون، من مسئولیتی ندارم. البته احساس مسئولیتم کمتر از آریان نیست، ولی ندارم. یعنی اگر که فردا اتفاقی بیفته برای اینجا و قرار بشه در اینجا بسته بشه یا بریم، ما کسی با من کاری نداره. من این کیفم رو برمیدارم با این عینکم رو میرم با دوتا کتابم، ولی آقای آریانه که باید واسط اینجا پاسخگو باشه. اینجا رو که لیسش رو، یعنی اون اجارش رو امضا کرده، مثل ایران نیست که شما بلنشی بری کارت نداشته باشن. تا مثلا اگه گفتی من اینجا رو 5 سال اجاره میکنم، پول 5 سال ازت میگیرن. حالا یه مثلا 2 سال اومدی، 3 سال بدهکاری، یعنی 3 سال دیگه باید باشی. اگر بری پول این 3 ساله ازت میگیرن، حتی اگه مشتری هم بیارن توش. یعنی حتی اگه یه کسی دیگه بیا جدید اینجا، میگن آقا تو قرارداد داری باید پولشو بدی. نمیدونم حالا ساتلایت دقیقا قانونشو نمیدونم، برق و اینا زیاد مهم نیست. خب هر وقت بری ندی قطع میکنن میری، ولی به هر جهت خواهش میکنم نگذارید که به اونجاها برسه، به جایی برسه که واقعا آقای آریان باز یه روزی خاموشی داد، یه چند ساعتی تلویزیونش بست و دیگه کار نکردن. باز هم نذارید که به اونجا برسه که احتمالاً دیگه اگر این دفعه یه همچین اتفاقی بیفته، فکر میکنم برای همیشه این شبکه رو از دست میدید. نگذارید، نگه دارید. بیش از 40 ماهه که شما نگه داشتید. خواهش میکنم که باز هم همیاری و همکاری و ماهیانه و آبونمان و اینا رو بگید. کتاب فراوان اینجا داریم، هر نوع کتابی بخواید. راستی قبل از این که من به برنامه‌های دیگه بگذرم، هفته قبل یعنی روز آدینه من بود، جمعه قبل ببخشید، من و باز آقای سبا صفدری با هم بودیم. یک خانم ارجمندی زنگ زدن فرمودن که کتاب آقای دکتر هوشنگ نهاوندی رو میخوان، محمد رضا شاه پهلوی، و من خدمتشون عرض کردم 85 دلار. ایشون با بزرگواری فرمودن که من 100 دلار میدم. اسمشون هم فرمودن، من یادم رفته ولی یادداشت کردم به آقای سبا صفدری دادم، ولی خانم
مهناز گفتن که من نگرفتم این مطلب رو. خواهش میکنم اون خانم ارجمند دوباره زنگ بزنن، اسمشون و تلفنشون رو بفرمایید که با شرمندگی ما بدیم به مهناز خانم که شما رو چارج کنن و کتاب رو خدمتون تقدیم کنیم. یک جناب سرهنگ نازنین یا جناب سرگرد یا نمیدونم درجه شونو افسر نیروی هوایی بودن، بسیار بزرگوار، به نام داریوش یا کوروش اسم مستعار داشتن. ایشون هم فرمودن که من 40 دلار میدم و با اینکه خودم در بازنشستگی هستم ولی میخوام پولم رو بکنم 80 دلار بدهیم، یعنی ماهی، ببخشید ماهیانم و اون چیزی که به عنوان هدیه میدم به تلویزیون. اونشون هم باز اسمشون رو ما نمیدونم یا گم کردیم یا نداریم یا حالا بعدم با آقای سبام صحبت میکنم، ولی به هر جهت ایشون هم مجدد امروز زنگ بزنن و اسمشون رو بگن. یک بانوی ارجمندی فرمودن یه مبلغ، فرمودن هر ماه از من بردارین. خودشون خوشبختانه مجدد زنگ زدن و اعلام فرموده بودن با مهناز خانم صحبت کرده بودن که اون رقمی رو که فرمودن ازشون کسر خواهیم کرد. دیگه به حضورتون که سایر عزیزان تلفن ما از تقریبا ساعت 10:10 کم ما باز میکنیم و با شما صحبت میکنیم، ولی من چند مورده که همیشه خدمتون ضمن همیاری، ضمن کتاب خریدن، امروز از کتاب محمد رضا براتون میخونم، از کتاب علی قرار شد که یک مسئله رو بخونم. یک مسئله رو یکی از دوستانم به من گفتن، گفتن یعنی قرار برای این شد که ما اگر که چیزی راجع به دین میگیم، ما دین با دین، همیشه گفتم با اعتقادات، با باورها، با ادیان ما هیچ مخالفتی نداریم، تا جایی که، تا کجا، تا اون جایی که به حق ما تجاوز نکنن، تا اون جایی که به زن ایرانی نگن تو حتما باید بری تو زیر چادر، تا اون جایی که اگر کسی دوست نداشت امروز مسلمان باشه فردا رفت مسیحی شد یا برگشت به دین اصلیش ایرانی زرتشتی شد، اینو بگیرن اعدام کنن یا بکشن یا دستش بزنن یا قبرش رو خالی کنن، نمیدونم و غیره. ما با این صحبت، اینم فقط برمیگرده به حکومت اسلامی، برمیگرده به آخوندهای ایران، آخوندهایی که در ایران هستن. البته هیچ کدومشون به نظر من خون ایرانی تو رگشون نیست، تمامشون خون عربه، از همون متجاوزین اون عربای پاپتی بودن که در 1300 سال قبل، 400 سال قبل به ما حمله کردن، به مادرهای ما تجاوز کردن. شاید معلومه پس به ماها مادر ما نبوده، مادرهای اینا بوده که بهشون تجاوز شده و اینا نسلشون همینجور ادامه پیدا کرده و الان ایران رو اینجوری به نابودی کشودن. به اونایی که لچک فلسطینی به گردنشون میندازن و افتخار میکنن، باید بگیم خاک بر سرتون کنم، به جای اینکه پرچم ایران رو بندازیم به گردنتون. اگر هم واقعا میخوان چیزی رو گردنهای کثیف و نحیفتون بذارین، حداقل پرچم ایران رو بذارید، نه اینکه لچک زنای فلسطینی رو که اغلبا میبندن به پانتنشون، دور پانتنشون شما میندازین دور گردنتون مثل رهبر فلسطینیتون. واقعا باعث شرمندگی همتونه. من شرمنده میشم وقتی میبینم یک بشکه مثلا 500 کیلویی یه دونه از این لچک های زنهای فلسطینی رو رو گردنش انداخته و بعضی از بچه جوان ها میندازن. واقعا باعث شرمساری شماست. شما باید پرچم ایران رو با شیر و خورشید، حالا شیر و خورشید رو جرئت نمیکنین، حداقل اون نعل اسب هم روش نباشه و پرچم سرنگ ایران رو به گردنتون بندازن. از یه مطلب در مورد تقویم همیشه بهتون گفتم، تقویمی که در اینجا چاپ میشه نام عرب ها درشه، 19 مورد تولد و مرگ و نمیدونم که علی و حسن و حسین و رقیه و سکینه و جعفر و نمیدونم چی 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 چی، اینو نخرید لطفا. بگید ما نقشه تقویم ایرانو میخوام. ما یکی داریم از خانم شیروانی، یکی خانم جلالی برامون قراره بفرستن، بسیار جا اینا ایرانیه و اسمی از عرب ها توش نیست. اینا رو زنگ بزنید به ما درخواست کنید، ما خدمتون بفرستیم. به ما به رایگان میدن ولی ما یه جزئی میگیریم، نه به خاطر پول تقویم، به خاطر کمک به تلویزیون بشه ما ازتون میگیریم.
یکی در مورد نام ها هست که همیشه ذکر میکنم، رقیه و سعد. یک بانوی ارجمند بزرگواری من روز جمعه به من زنگ زدن، چقدر خوشحال شدم، چقدر گفتن ما اخیرا این تلویزیون رو پیدا کردیم و این برنامه رو دیدیم و خیلی دوست داشتیم و خودم و همسرم و بچه هام و اینا داریم نگاه میکنیم و هممون تصمیم گرفتیم اسمای عربی که رومونه هممون حداقل اسم کوچیکمون رو عوض کنیم. منم عقیده دارم فامیل سخته، چون فامیل رو مثل خود من باقر یعنی گاو، ولی باقری یعنی گاوی نمیشه ها، نمیدونم باقری چی میشه، حالا ما به حساب همون غیر و اینا میذاریم اینجوری، ولی فامیل سخته چون آدم نمیخواد که از یک گروه مثلا بزرگی که به اون نام هست و برادر و خواهر و بچه برادر و بچه اینا رو بخواد جدا شد و یه چیز دیگه، من دوست ندارم، حالا هرچی هم میگید، ولی اسم کوچیک دونو که عوض کردیم، شما هم میتونین عوض کنین، اسم رقیه، سکینه، خدیجه، اینا همش معنی و معانی بسیار زشت و بی‌تربیتی داره، مثل زنه نمیدونم مرد فلان نمیدونم گاو، الاغ، شیر، شتر، شاش شتر نمیدونم، از این معانی داره، اینا رو از خودتون بردارید. من یه دو تا فقط اسم از ماهنامه، از نامنامه، آوای نامها از ایران زمین، از خانم اون هنرمند بزرگ و ارزشمند روشندل و نازنین ما که در اصل میدونید که بیناییشون رو در اصل یک تصادف از دست دادن در ایرانن، من افتخار داشتم به یکی دوبار خدمتشون صحبت کردم، کتابی نوشتن اینقدر زیباست این کتاب نامنامه که آوای نامها از ایران زمین رو چند تا اسم براتون میکنم، مخلوطی از ببینید مثلا با صدها میگم صدها، باور کنید که بیشتر از 10 صفحه نام داریم که با گل شروع میشه، به جای اینکه بگین عباس یعنی اخمو یا خدیجه یعنی زن دادادادادام نمیدونم فلان یا رقیه که اصلا سکینه و رقیه و خجه و اینا که میگی، همیشه گفتم آدم یاد کیسه کش هموم میفته، یاد نمیدونم رخشور میفته، یاد کلفت خونه مش باقر میفته و غیره و غیره، با احترام به این مشاغل، ولی میخوام بهتون بگم که چی در ذهن آدم میاد. حالا ایرانی ها ناما، گل رخت، گل رخسار یا گل رخت، گل رس، گل رنگ، گل ریحان، گل ریز، گل زاد، گل زار، گل زاران، نمیدونم گل اندام، گل نشاد، گل نشان، ببینید اصلا بی نظیره. حالا با مثلا با ما، ماکان، مامک، مانا، ماندگار، مانیما، ما آرزو، این همه اسم زیبا با یه چیز دیگه دوباره از با شین، شاد بانو، شاه بانو، شاهین بانو، شب بانو، شمس بانو، شهر بانو، اصلا ببینید چقدر این کتاب بیشتر از 500 صفحه هستش و این 500 صفحه نام ایرانیه، نه این کتاب، ده ها کتاب دیگر داریم، ولی این بسیار ارزنده و زیباست، هم اینو بخرید، زنگ بزنید به ما، من براتون تهیه کنم، براتون بفرستیم، اصلا داشته باشین برای بچه های فامیلتون که در آینده میان، به جای عباس و محمد و علی قلی و ممقلی و نمنم قلوم علی و قلوم نمنم هوشنگ و قلوم تقی و قلوم چیش قلام چی قلام، بچه هایی بودن که عربا از ما گرفتن بردن و به اونها رو بهشون تجاوز میکردن در را، بچه های 7-8-12 ساله رو اونقدر تجاوز میکردن که اینا عادت کنن به این کار و بعد میفروختنشون به عربا، و قلام بچه که میگفتن یعنی بچه ای که اون کار است و برای اون کار ازش استفاده میشه، پس اینا که قلوم علی و قلوم رضا و قلوم محمد و قلوم، یه چیز قبلا من گفتم بازم میگم، به اسامی کسانی که مثل بابا بزرگ من و بابای من و خود من و همسن و سال من و خانومای همسن، مادر و خاله و عمقزی، با اینا کار نداریم، ما از حالا داریم صحبت میکنیم، من از جوونا دارم میگم، یک جوون 30 ساله، یک دختر خانم 25 ساله، یه نمیدونم چی، اینا سکینه و رقیه و اینا زشت و شرم آوره، حتما اسماتون رو عوض کنید، حتی اگه هزینه داره این کار برین بکنید و نشون بدید و به همه اعلام کنید که من اسمم سکینه بود عوض کردم، یا اسمم نمیدونم رقیه بود، یا اینم یه مورد.
پس مورد تقویم رو عرض کردم خدمتتون، اینو گفتم سال 2573 یادتون نره، اینا همه تکراره. حالا میگن آقا چرا همش حرفای تکراری میزنی؟ از کتاب تلفن من از ساعت 10 تلفنمون رو باز میکنیم در مورد آقای، یعنی در مورد هر مطلبی که در این برنامه عنوان میشه میتونید تشریف بیارید با هم صحبت کنیم، چقدر خوشحال میشیم. عرضم به حضورتون که من قبل از این که اون استاد گالیله رو پیدا کردین؟ نه پیدا نمیشه. توی فیسبوک خودم خیلی مسکه، باید برین پایین مثلا در 20 مورد اگر تشریف ببرین پایین تر به نام استاد رستمی گالیله ایران که انتخاب شده برای جایزه نوبل، برای اولین بار یک مسلمان جایزه نوبل رو برده. آبده شد؟ اوکی، گود جاب. هر وقت اونو برامون بذارین نگاه میکنیم. پس من اعلام کنم، یک همش هی میگن آقا مسلمان ها نمیدونم هیچی ندارن، تمام جایزه های نوبل رو تمامش رو اروپایی ها بردن، امریکایی ها بردن، یهودی ها بردن، ولی مسلمان ها هیچی ندارن. حالا البته غیر از خانومه، اون خانومی که وکیل بودن و البته دولت آخوندی پول داد به اون مؤسسه، پول کلونی، و ایشون رو به عنوان به حساب برنده جایزه صلح ایشون رو معرفی کردن، مثل کارتر که ایران رو، دنیا رو به هم زد، بهش جایزه نوبل رو دادن. اون خانوم الان اسمشون یادم رفته، این چی بود اون خانومی که جایزه نوبل گرفت؟ یادتونه؟ حالا برجت یه وکیل بودن و الان هم در خارج تشریف دارن، ایشون به عنوان حقوق بشر رو نمیدونم اینا جایزه گرفتن. بعد اومدن از زندانی های جنایتکار القاعده که در نمیدونم یک زندان الان تو ذهنم بود یادم رفت، در اون زندان بودن، آمریکا آورده، آمریکایی ها آورده بودن نار زندان کردن، از اینا دفاع کرد ولی از زندان های ایران هیچی نگفت. این هم مال جایزه نوبل. حالا یک ایرانی نازنین به واقعا در حد گالیله، ببینید چه کشف بزرگی کرده و قرار شده که جایزه نوبل رو به ایشون بدن. اینو با هم میبینیم، خالی از افتخار برای حکومت اسلامی نیست. با هم تماشا میکنیم. زمین میگن ستون اگر نداشته باشه، کوها ستون زمینه، اگر کوه نباشه زمین اصلا امکانی خود بیرده دایازه برکن دولاش. زمین ساخلیان، یر ساخلیان کوهلارده. استاد براش اگه میشه فارسی بگی. فارسی خورده کارگاتو میکنم. زمینی که نگه میداره کوهه، اگر کوه نباشه زمین اصلا از بین میره. کوه ها که هست ریشه اصلا ستون زمینه، به خاطر همون زمین ها آرام میگیرن. کوره هست ظلمته. کجا هست؟ میدونم کجا هست؟ نه استاد نمیدونم. دو تا از زمین کوره ما چه زندگی میکنم هیچ، غیر از اون دو تا پایین هست، اونا یه عالم دیگه از کوره هست. اونجا که نفته که؟ نه غیر از نه، هر کوره خودش همه وسایلش داره، نفت و گاز و از خودش اینه. چهار یه کوره هم جن همون این دنیا هست کوره. غیر از ما چهار تا هم بالا هست، شمس و نمیدونم قمری و ما. خورشید بالایی ها چیز نمی اندازه نور، خورشید هم خیلی دوره. اگر خورشید مستقیم میگم، خورشید
پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هرچی زمین اینا را درخت اینا را کوها را میسوزمه. کوه پشتش به طرف ما هست. چیز خورشید این اگر برگرده همه را میسوزه، ولی اون ور میره بالا. چهار تا هم کوره بالا است. بالایی هم چنه اون هم همه شما اگر فهمیدی زمین میچرخه، خورشید خورشید میچرخه، زمین سرزاشه، کوره ها همش سرزاشه، خورشید میچرخه. آدم خیال میکنه چیه زمین میچرخه، نه بالا خور، یعنی طبقه هرچی میاد بالا اون میچرخه. این آپارتمان پایینی بره، این پله آپارتمان پایینی سرزاشه، میاد بالا اون کوره خودش یه مقدار میچرخه، میاد مثلا این عالم کوره این یه مقدار میچرخه، میره بالا اون یکی بالا مثلا شمسینا اون یه خورده بیشتر میچرخه، تا آخره زیاد میچرخن. چه آدم خیال میکنی زمین، نه زمین سرزاش، خورشید میچرخه. خورشید اون اگر حرارتش نرسی به زمین اصلا همه چیز از بین میره. اون گرمای خورشید چی هست چی میزنه به زمین، زمین بخار میشه، بخار میشه میری بالا تمام باشه، نمیبینو بالای اول برف سر کو میشینه. چرا؟ به خاطر اینکه اون هوا را جذب میکنه، این آهن روبا چیز داره هوا را جذب میکنه به خودشه، دوباره هوا که آرام شد برف وامیست اونجا، برفا چی یواش یواش حجوم میکنه به رفتن را پیدا میکنه به دریا. باران چه زینستان چه تمام شد یواش یواش باهار و نمیدونم این چیزا تابستان میاد خوش میشی، دوباره شروع میکنه هنکو اینجا چون آب یخ شد رفت تو دریا، اینجا چه خیسه میکشه بالا بازم از نوتی بخار میشه، عوض حرارت بخار که میره بالا بخش میشه تمام دوربر کوه میگیره، باد تولید میکنه، باد تولید میکنه، باد که تولید شد مثلا میره به اونور بخش بخش میشه، بخش میشه شروع میکنه چیکار کردن، بارون باریدن یا برف باریدن. این باد که میزنه اون حرارتش یخ میزنه، اگر زیاد سرد باشه میشه تجرش بالا، اون تجره میاد پایین، یا یواش یواش آروم باشه میشه چی برف، تجری هم از بین میبره میشه برف، یا نرسی یه ذره بیا پایین تر بباره تجر میشه، یا این تجرم زیاد سرمان نباشه اون حالتی عادی داشته باشه بباره بارون میشه، بارون هم میاد همه جا را خیس میکنه، دوباره موقع خوش شدن چی اون خورشیدی چین کار خورشیده حرارتش میزنه زمین جرم میشه، دوباره کوها بخار میکنه. یعنی ابرا از کوها میان؟ از کوه، از زمین در میاد ابرا، از دریا، از کوه، اثریتش کوه. تو کره ما هم بارون میاد؟ کره ما بارون نمیاد، ولی اونجا عادیه، اینجا را خداوند دالگر. بسیار زیبا بود اینو، این واقعا در جواب اونایی که دشمن انقلابن و دشمن واقعا این چی میگن انقلاب شکوهمند اسلامی هستن و هی میگن آقا مسلمان ها سواد ندارن، مسلمان ها نمیدونم چی چی هن، هیچ چی ندارن، و راست میگه آقای رئیس مجلس، آقای اسم زهر ماشم یادم میره همیشه، میگفت که آقا ایرانی ها اصلا فرهنگ نداشتن، اسلام بهشون فرهنگ داد، و واقعا ببینید که زده رو دست گالیله و نیوتن و انیشتن و همه، دیدید چه بحث علمی، اونقدر بحث پیچیده بود که واقعا اصلا آدم کلافه میشد از پیچیدگی بحث. خواستم بهتون بگم که ما مسلمان ها، ما نه البته مسلمان ها، ببینید که چه دانشمندان بزرگی رو به ویژه در ایران الان نشون دادن و تردن. بسیار خوشحال بودم. خب یه مطلب بسیار مهمی رو من باید عرض کنم خدمتون. در سان فرانسیسکو
اینو از یکی از بینندگان بسیار ارجمند ما، یه عزیز ما که خیلی هم دوستش داریم به نام آقای برومند، و این نازنین یکی از واقعا کسانی است که به تلویزیون ما خیلی کمک میکردن، الان هم درگیر این مطلب هستن. یه برنامه ای رو گذاشتن، این برنامه مخصوص کسانی است که علاقه عجیبی به حساب مسائلی که آخوندا تبلیغ میکنن برای این، یعنی کسانی که سفره بندازن، کسانی که روزه میخونن تو خونه هاشون، کسانی که نذر میکنن، مثلا مثل آقای پسر آقای بازرگان که در همون طرفای سان فرانسیسکو اینا هستن و درس قرآن میدن و میگن که مثلا قرآن اون جایی که گفته قطع بکنین، منظورش این نیست که قطع بکنین، منظورش اینه که جدا بکنید. و از ما حرفه که اون یارو آقا میرزا آقاسی هم یه دفعه گفته بود که منظورشون قطع نیست، منظورشون کوتاه کردن است. خلاص کاری نده، قابل توجه کسانی که سفره بندازن، کسانی که علاقمند به نمیدونم رقیه و سکینه و فلانن و سفره میندازن و بعدش البته بعدم داستان سفره هارم براتون گفتم. به هر جد اینا در روز دوشنبهی که میاد، سینکو دو مایو هستش، یعنی روز پنجم می به زبان اسپانیش و روز استقلال مکزیک هست، مکزیکی ها و تمام واقعا گون مردم زحمت کش مکزیک که در این بویژه در این کالیفرنیا هستن، در خیلی از ایالتهایی که هم مرز با مکزیک زندگی میکنن و فکر میکنم در کالیفرنیا بیشتر از 8 میلیون ما چیز داریم، مکزیکن پیپل داریم، مثلا مردم مکزیکو داریم که به اینجا مهاجرت کردن و تمام بار کار اینجا رو دوش اونا، تمام کشاورزی رو اونا انجام، تمام ساختمان سازی رو به دست مکزیکیه، تمام کارهای فنی و غیر فنی و رستوران ها اکثرش به دست مکزیکی ها داره میشن. مثلا اکثر رستوران ها ایرانی که میرین آشپزشون مکزیکیه، کباب زنشون مکزیکیه و غیره و غیره اینا که چقدر زحمت. حالا رو اون روزه، در اون روز اینا در جلوی سفارت انگلستان یک محوطه ای داره به نام پابلیک لند، یعنی یک زمین عمومی است. پابلیک یعنی برای تمام مردم، در جای آزاده، دولت اجازه میده که شما در این قسمت زمین برید و هر چی میخواین بگین، سخنرانی بکنین، اعتراض بکنین، هر چی، مثل هاید پارک لندن، و شروع کنید به صحبت کردن. این دوست عزیز ما داره اونجا یک سفره حضرت کیو میندازن، سفره ابوالفضل رو دارم، همون که قهرمان وزن برداریمون، همون آقایی که از قزوین بودن یا از زنجان بودن اومده بود، قهرمان بسیار واقعا قوی هم بود، ولی به جای ایران اسم ابوالفضل رو سینش نوشته بود. یا بچه های کشتیگیر ما که اومده بودن به جای ایران، شرمندم من، یا زینب نمیدونم، یا زینب یا رقیه یا سکینه نوشته بودن به جای ایران، باعث شرمساری اون قهرمانانه. واقعا باید به اونا دیگه، خودتون میدونی باید چیکار کرد. بعد به هر جد این نازنین دوست ما آقای گفتم اسمشون، آقای برومن، قراره یک سفره بزرگ اونجا بندازن، سفره حضرت ابوالفضل. برای خواهش میکنم کسانی سفره دارا همه برین، کسانی که دعوت کردن برای اینها، تمام حساب دعوت کنندگان آقای برومند و تمام ایرانیای وطن پرست، کسانی که دلشون برای ایران میتپه، نه برای علی و سفره و رقیه و نمیدونم اینا. بعد میهمانان اصلی سفره هستن از قبل از قاجار تا به امروز، تمام وطن فروشان، تمام وطن نویسنده های وطن فروش، تاجرای وطن فروش، سیاست مدارای وطن فروش و غیره و اینا، کسانی که پشت به میهن کردن، شما اینا، شما میهمانان اون سفره هستین، شما رو دعوت کردن که بیان دور این سفره حضرت ابوالفضل بشینید. خواهش میکنم که حتما برید دور سفره بشینید و اون کارگزاران اون برنامه رو تشویق بکنید به اینکه همیشه حداقل شما در راه اسلام شما بتونید که یه مقداری پیش این سفره، فکر میکنم که براتون بسیار جالب.
از کتابی ازتون هفته پیش خواستم بخونم، یه مقدار از این کتابو میخونم، بعدن شروع میکنیم به احتمالاً تلفن گرفتن. من از صفحه کتاب هستش به نام پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دارفک، که یکی از نویسندگان بسیار بسیار ارزنده ایرانی است. من بخش 17 هم رو در صفحه 252، این کتابم مثل این که متاسفانه نیست، ولی من براتون میخونم، بازم اگر کسی علاق من بود میگردم اگه تونستم گیر بیارم. خیلی جالبه، میگه که میخوام بگیم که علی، اون حضرت علی که واقعا مرد چی میگن مولای متقیان، حاتم بخش فرانی انگشتر داد، نمیدونم چی کار کرده اینا، ببینید که در مورد ما ایرانی ها چه بزرگواری کرد. میگه علی که ایرانیان گمراه و ساده اندیش او را، اینا همه علی الان خامنه، این نماد، این علی نماد علیهایی هم که الانه، نماد خامنه ایست، نماد خلخالی ایست، نماد نمیدونم رفسنجانی ایست، نماد رئیس مجلسه و اسماشونو من متاسفانه همین دو سه تا رو بلدم دیگه اینقدر. علی که ایرانیان گمراه و ساده اندیش، یک بانوی زنگ زدن که آقا چرا این کتاب تونتون نمیخونی، هی حرف میزنی. دیگه حرف نمیزنم، گوش بدین، خواهش میکنم توجه کنید و بعدش زنگ بزنید نظراتون داره. علی که ایرانیان گمراه و ساده اندیش او را سرور آزادگان میدانند و نام وی را بر بسیاری از فرزندان خود نهادن و به گاه دردمندی به جای رفتن پیش پزشک از روان او یاری میجویند و یا بازگشایی دشواری های زندگی را از او میخواهند ببخشید و راه به جایی نمیبرند و کمتر خانه‌ای پیدا میشود که فرتور، یعنی عکس او در آن نباشد، که البته عکسش داستان بسیار مفصلی داره. عکسی که به ما حضرت علی رو نشون دادن، امام علی رو، یک مرد روحانی زیبا، صورت نازنینه، اون وقت عکس اصلیش که در موزه انگلستان هست، ببینید چه عجوبه‌ای هست این مرد، واقعا اصلا وحشتناکه. و این ممنون، این مرد کوتاه قد بسیار قویه و از اون قاتلای درجه یک هم بوده. امیدوارم اونا که دوستش دارن بهشون بر نخوره، من از کتاب دارم میخونم. ببینید کتابه، پس خانه‌ای پیدا نمیشه که عکس او در آن نباشد. همون کشتارگری است که یا در همه ویرانگری های ایران انباز دیگر رهبران دینی اسلام بوده، یعنی شریک، و یا پس از رسیدن به رهبری به دستور او بر ایران تاخت و تاز و کشتار گردیده است. میدونید که خلیفه چهارم بوده دیگه، ابوبکر و عثمان و عمر و علی. بعد علی در آغاز رهبری خود به سال 1364 ایرانی، یعنی که الان 2573 است، برابر با سال 35 هجری گریز محمد از مکه به مدینه که برابر 656 میلادی است، عبدالله ابن عباس پسر اموی خود را به سرکوبی عبدالله ابن عباس پسر عموی خود را به سرکوبی مردم استخر، یعنی گرگان و شمال ایران، مردم استخر روانه کرد و آن مرد خونخوار هرچه در توان داشت در تازش و چاپش و کشتار و ویرانگری به کار بست و شهر فیروزآباد را به ویرانه‌ای برگردان و مردمش را از زن و مرد و بزرگ و کوچک و برده و پروه گرفت که زشتکاری او زبان زده است. تمام اینا بنمایه هاش هم هست، یعنی مأخذش به قول عربا و ایرانیش بنمایش هست که این نویسنده میگه من اینو از کدوم کتاب درآوردم. اینجا شماره یک زده، باید بری تو قسمت بنمایه ها. الان بزن به بنمایه یک، زیرنویس برگ 163 دفتر جنبش ناسیونالیستی در ایران نوشته استاد دکتر عشقی صنعتی، پوشینه یکم از برگ 116 و 135،
فارسنامه ابن بلخی، دو قرن سکوت عبدالحسین زرینکوب، صفحات 67-72-73 و سال 30 هجری، سیل خون با سوگند به گردن زدن 40,000 ایرانی از برگ 37 خون همگان را مباه گرداند. اینم مبانیشه که این عنوان شده در این کتاب. در سال 1369 ایرانی برابر با 39 هجری، الان 1393 هجری است، 40 تاش کم کنیم میشه 1353، یه سال 1354 سال پیش، به دستور علی، زیاد ابن عبیه پسر عموی علی، برادر ناتنی معاویه، زاده شده از زنی بدکاره به نام سمیه، با سپاهی خونخوار به سرکوبی مردم استانهای فارس، کرمان و ری روانه گردید. کرمانی های عزیز، شیرازی های عزیز و ری که همون نزدیک تهرانه و تهران بوده و اون زمان شهر بسیار آبادی بوده، شما که در اونجا حتما سفره میندازین، عکس علی رو دارین، اینا با احترام به علی، علی رو ببوسین، عکسش رو داشته باشین، ولی اینم گوش بدین اگه دلتون خواست برین دوباره. پس برادر عموی پسر عموی علی، برادر ناتنی معاویه، زاده شده از زنی بدکاره به نام سمیه را با سپاهی خونخوار به سرکوبی مردم استان فارس و کرمان و ری روانه کرد. این فرمانده خونخوار علی هر چه در سر راه تازشگری خود دید، همه را به نابودی و ویرانی کشید و چنان کشتار ددمنشانه و تاراجی تازیانه کرد که تاریخ نمونه آن را کمتر به خاطر دارد. یکی از همون کثافتایی که اینا رو تایید میکرد، هم رئیس مجلس، هم گنجی که حق باز دو قلابی دزد اسلامی که به حق بازی بعد از مدت ها کلک اینا اومده اینجا الان داره، میگفت که نه آقا، ایرانی ها با آغوش باز استقبال کردن، ایرانی ها اسلام را خواستن، از این مزخرفات کن. او پس از گردن زدن‌های بیشمار و مردان و جوانان، با روان کردن سیل خون دار ندار مردم بی پدافند، یعنی بی دفاع، بی پدافند ایران را به پروه، یعنی به بردگی گرفت و زنان شوهردار و دختران و پسران و خردسالان را نیز به بردگی درآورد و برای فروش در بازارهای جهانی به دارالخلافه علی فرستاد. در تابستان همان سال دگرباره به دستور علی، شاه مردان، مولای متقیان، حاتم بخش فلان، در تابستان همان سال، یعنی سال 1362 ایرانی و 39 هجری، در تابستان همان سال دگرباره به دستور علی، سپاهی از تازیان خونخوار به شهر نیشابور و استخر فارس تازش بردن و دست به همان ددمنشی هایی زدن که زیاد ابن عبیه زده بود. پس از آن که از کشته ها پشته ساختن و همه دار و ندار مردم را تاراج کردن و زنان و کودکان را به بردگی گرفتن، علی سرور آزادگان بیخبران، همان کسی که در زمان رهبری ابوبکر، پدرزن محمد و پسر عموی پدرش ابو طالب، ببینید اینا همه فامیل و پسر عمو دختر عمو بودن ها، با همون یزید و نمیدونم شمر و اینا که یزیدی که رفت امام حسین رفت با جنگ کرد، پسر عمو بودن با هم، سر یک خانم زیبا، یه زن زیبا به نام اوری بن و سر خلافت میخواست بره خلافت کنه، اون نعزش کشتش. اگه اینم اگه حسینم برده بود، سر یزید رو میبرید، یا شمر رو میشه مأمور نظامیش بود، سر یزید رو برید، بعد یزید میشد برای ما امام حسین و حالا یزید میکردیم به جه حسین. بعد ضمن این که مثلا امام رضا امام هشتم نیامده بود ایران کنسرت بده، که اومده بود بیاد حکومت کنه بر شماهای، بر ما نه البته، بر پدران و مادران بدبخت و در بدر ما که زیر شمشیر بودن، به حکومت کنه. اون یارو مأمون پسر هارون الرشید ترتیبش داد، بهش زهر رو داد، ریخت و انگور داد، تازه امام هم بود میفهمید توی زهره، ولی خورد و رفت. خب علی سرور آزادگان بیخبران، همون کسی که در زمان رهبری ابوبکر، پدرزن محمد و پسر عموی پدرش ابو طالب، تازش بر ایران را پیریزی کرد و در زمان عمر پسر عموی دیگرش که همسر دختر او نیز بود،
آن را به کار بست و ایران را ویرانه ای ساخت که به درازای 1400 سال هنوز هم نتوانستیم کمر خود را از زیر این بار سنگین ننگ راز کنیم، که تازه حالا تازه داریم از نو شروع میکنیم. این قابل توجه سفره بنده. برین سفره آقای چیزو حتما برین جلوی سفارت انگلیس، آدرسش هم هستش که کجاست، شماره یک سامسون اونیو، مثل سامسون و دلیله، یه شماره یک سامسون اونیو مقابل کنسولگری انگلیس، پابلیک لند، از ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر، 3 ساعت این سفره در اونجا پا برجاست. تاریخ بهترین گواه ویرانگری ایران به رایزنی علی و یا به دستور او می باشد که بنمایه های پیوست نمونه روشنی از بیدادگری های علی در ایران است. این یک گوشه از حضرت علی ابن ابی طالب، اون رادمرد و اون شادمرد و اون بزرگمرد رو خدمتون عرض کردم. پس اینو خدمتون خوندم. حالا عرضم به حضورتون که پس اینو خدمتتون، یه مطلب دیگه، در اون سفره پرچم انگلیس هست، قرآن هست، عکس ملکه انگلیس هست و تمام چیزهایی که زینت بخش یک سفره در مورد عرب ها، ابوالفضل و علی و حسین و رقیه و سکینه و اینا هست. این سفره رو خواهش میکنم کسانی که عاشق سفره و نذر و این چیزا، نذر میتونین شل و زر ببرین، میتونین نذراتونو ببرین، پول ببرین، هر چی خواستین اونجا میتونین برین. خب عرضم بزرگتون که کارگردان عزیزمون اگر فرصت دارین فرصتی هست. خب میخوام که یک ویدیو، ما ایرانی ها همیشه عرض کردم، نه من، همه که میشینن معمولا پشت دوربین و یه ذره احساسی دارن نسبت به ایران، این مطلب رو میگن که ما تنها ملت فراموشکاریم که خودمونو، یعنی قهرمانان خودمونو، هنرمندان خودمونو، بزرگان خودمونو فراموش میکنیم. اولا یادتون نره ما برنامه‌مون برنامه کتاب فروشیه. خواهش میکنم زنگ بزنید، کتاب بخرید، کتاب اوردر بدید. اون بانوی ارجمند از اورنج کانتی یادتون نره زنگ بزنید، اون کتاب محمد رضا پهلوی رو خواستین، اسمتون رو گم کردیم، زنگ بزنید بهمون به مجدد بگید که تقدیم حضورتون بکنیم. بعد گفتم ما تنها کسانی هستیم که بزرگان، نمیدونم نظامی ها، کسانی که برای ایران خدمت کردن، هنرمندامون که سالها دل به عشقشون بسته بودیم، چقدر با صداشون عاشق شدیم، با صداشون گریه کردیم، با صداشون شادی کردیم، توی مجالس شادیمون، تا اون وقتی که دلگیر بودیم، وقتی که عاشق بودیم، از معشوقمون جدا شده بودیم، با صدای اینا گریه کردیم و لذت بردیم و شادی هزاران فراموش کردیم. یکی از کسانی که فراموشش کردیم در اینجا داره زندگی، مثل سوسن. سوسن هیچ کس دیگه سراغش نمیره، خیلی با بدبختی هر چند وقتی میوردنش توی یکی از این رستورانه که یه گوشش موزیک میذارن و یه سکو میذارن، میره خواننده روش میخونه، 50 دلار، 25 دلار، 30 دلار، 50 دلار بهش میدادن و ماشین هم نداشت، میرفتن میبردن، افتاد دست شکست و به حجت هم به وسیله اون مرد و غیره و غیره. مثل شمس هیچ کس نفهمید، 4 روز بود تو خونش مرده بود، هیچ کس نمیدونه، چه کس بهترین خواننده های ایرانی بود، نمیدونم و غیره و غیره و غیره. حالا یکی از اونایی که خیلی من دوستش دارم، صدای بسیار ارزنده‌ای داره، کسیست که هم خود شاعره هم آهنگسازه، تمام شعراشو خودش گفته، بسیار با احساسه، یکی از بزرگترین خواننده‌های لاله‌زار بوده در تهران قدیم یا در تهران قبل از انقلاب و معروف بوده بسیار و مرد کمک کن، از اونها بوده که اگه شب میرفته مثلا اون موقع 100 تومن 200 تومن بهش میدادن، 100 تومنشو میداده به آدمای ندار و بیچاره. این نازنینی که دارم ازش عرض میکنم خدمتون، علی نظری است. یک فیلمی، خیلی فیلم هاش روی یوتیوب هست، فیلمی ازش پیدا کردم که آقای اون هنرمند بزرگ ارزنده که من بهشون تعظیم میکنم، آقای پرویز صیاد، در موردش یک برنامه 10-15 دقیقه‌ای رو دارن در یک نوروز چندین سال پیش. من یک قسمتی از آخرش رو که آخرین کلام پرویز صیاد و یه تیکه خوندن این نازنین بزرگوار هست رو خدمتون تقدیم میکنم، با هم میبینیم. من باز برمیگردم خدمتون. از افق طلایی لاله‌زار تهران تا افق طلایی وست‌وود لس‌آنجلس،
فاصله بسیار است، اما در معنا تفاوتی نیست. وقتی که نه افقی پیش رو باشد و نه طلایی که معیار ارزش قرار گیرد، تفاوتی اگر هست تنها در نوع تماشاگرانی است که به افق طلایی وسود می‌آیند. در اینجا از کارگران، کشاورزان و پیشورانی که سازندگان اصلی سوسن یا علی نظری بوده اند خبری نیست. خانواده های بسیاری که تاکنون به دیدار این هنرمندان به افق طلایی یا اماکن دیگر آمده اند، با همه لطف و محبتی که دارند هواخواهان یک شبه اند. سوسن، نظری و امثال اینان مخاطبین همیشگی خود را گم کردند. علی نظری شاید امروز پخته تر و پر احساس تر از همیشه میخواند، اما برای تماشاگری که در ساختن او سهمی نداشته و در شناختنش کوتاهی میکند. این که علی نظری در وستوود میخواند البته غنیمت است، اما به این میماند که اگر روی اوربسون در سنندج میخواند. من پرویز صیاد از افق طلایی وستوود لس آنجلس برای برنامه مسیر مردم گزارش میکنم. جهاز دست تو گمراهی کشم، نازی 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 به خشکری نازی، نازی 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 به خشکری نازی، قرار نبود بگیر دل منو به بازی. آه یکی دمه یه دل من، من خود خوشگل من، یکی دمه یه دل من، من خود خوشگل من. اون اقلی که گفتی در این شب رو بود، گریه هایی که کردی در این شب رو بود، من دیگه نمی کنی. من بیان گذشته برم غصم از انداز فضولا بریز من، عجب مولت یک لحظه نمیده. آره بردم آخه آدم ز فرداش چی میدونه. بابا بریز من، بریز من، بریز من. این نازی 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 تو کشکری دی نازی، نازی 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 تو کشکری دی نازی. قرار نبود بگیری دل منو به بازی، یکی نمیده یه دل من، من خوشگل من. اون اقلی که گفتی در این شب رو بود، گریه هایی که کردی در این شب رو بود، من دیگه نمی خواهی این میدونم. من به یاد گذشته برات می تقدیم به علی نظری، هنرمند دلها، هنرمند ایرانی، یک خواننده واقعا با اصالت، مثل زنده یاد سوسن، مثل زنده یاد اون چه جوری میکرد بندری میخوند، یادم را عجیبه، خیلی جالبه. خطی داشتم، روی خط نگرشون داشتم، از آلمان صحبت میکردن در مورد آقای جاویدپور. بهشون نازنینم روی خط هستین، جناب قالیپور در خدمتتون هستم. درود بر شما جناب باقری. من واقعا نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر بکنم که یاد این عزیزان، یاد این قهرمانان ملیمون که سالیان دراز برای ایران زحمت کشیدن و جان پاکشون رو از دست دادن. صحبت الان بود راجع به شهرام جاویدپور. شهرام جاویدپور یکی از بهترین فرزندان ایران زمین بود که از روزی که افتخار آشنایی با این قهرمان داشتم به عشق ایران و به عشق خواندن پهلوی زحمت کشید
و در سن 58 سالگی ایشون از این دنیا رفتن و دیخ کردن، چون به همچنین پسرموی بزرگشون جمشید تیمسان جمشید جاویدپور که از امیرای خوشنام ارتش شاهنشاهی و خانواده جاویدپور که در عرض 35 سال همیشه در راه عشق به وطن زحمت میکشیدن. و من خیلی خوشحالم که وقتی که وارد آلمان شدم با این گوهر تابناک دیگه مادر شهرام جاویدپور نمیزاد آشنا شدم و تا زمانی که در حیات بود با هم کار میکردیم و برای سربلندی ایران و برای به دشمنان بفرمونیم که خاندان پهلوی چه خدماتی به ایران کردن. در صورت من خیلی خوشحالم، اتفاقا صحبت فختلایی بود سابق من که اون موقع خب مربی بودم، دوستان من که از شهرستان می آمدن اکثر هم افسر بودن، در همین افق‌طلایی با معروف آغاسی و دوستان اونجا جمع می شدیم و یاد روزهای طلایی زمان پدر آریامه بود. در صورت من الان در آینده نزدیک سالگرد 13 سالگرد ولایت لیله عزیزمون شاهدخ لیله عزیزمون هست که در پاریس مراسم داریم و بعدم مراسم فریدون بزرگمون در سر مزارش هست. در صورت که باقی من بی نهایت از شما ممنونم که وقت میذارین از این عزیزان یاد میکنین، چون ما کلان مردم فراموشکاری هستیم ولی شما خیلی با شرفین، از این عزیزان یاد میکنین و خاطره ها رو زنده میکنین. اصلا برای شما آرزو سلامتی دارم و از تمام هموطنان داخل و خارج میخوام که این تلویزیون ایران رادیو حمایت بکنن، چون تنها تلویزیونیه که مردمیه برای ایران زحمت میکشه و باعث افتخار همه ما هستش. سپاسگزارم از شما، ممنونم و سپاسگزارم میفرستم و برای هایدین وطنخواه عزیزم و تمام بستن در کاران آرزو سلامتی دارم. و در 14 جون مراسم ولایت لیلا در پاریس هستش. خواهش میکنم دوستانی که در اروپا هستن میتونن با من تماس بگیرن و من در خدمتشون هستم. در صورت خیلی ممنونم از این که وقت رو من دادین. نهایت ممنونم از شما، قربونتون برم، مرسی، فدای شما بشم. خط یک یه لحظه گوش حضورتون باشه. نازنینم جناب آقای قالیپور عزیز، من همیشه الان بیشتر از یک سال و نیمه که این کتابو یکی از دوستانم به نام آقای شاهپور بهرامی از کانادا به من لطف کردن و من دارم میخونم و همیشه میگم که این کتابو شهرام جاویدپور نوشته. اولم نمیدونستم کیم، فکر کردم نظامیه، بعد آقای لشکری، سیاوش لشکری مدیر روزنامه بیداری به من گفتن و به من اطلاع دادن که من میگم، شاید یکی دوباره آخری نگفتم ولی امروز باز آقای لشکری گفتن چرا اسمش یادت رفته بگی، گفتم برجسته سپاسگزارم که شما هم اومدین لطف کردین. خط یک در خدمتتون هستم، بفرمایید، خواهش میکنم. الو، جون دلم. آقای الو. بله خانم، درود به شما عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم. آقای آریا باقری، درود بر شما، درود بر شاهزاده رضا پهلوی. درود به شما، صداتون ضعیفه، یکم بلندتر صحبت کنید. درود بر شما، درود بر شاهزاده رضا پهلوی، درود بر آقای آریان وطنخواه. خیلی ممنونیم از روشنگری که شما میکنید تو تلویزیون ایران آریایی، خیلی ممنونیم. درود به شما. آقای آریا باقری، من دو نکته ای دارم میخوام امروز باتون صحبت کنم. نمیدونم هفته پیش، چه روز پیش برنامه تون کی بود؟ روز دوشنبه بود یا سه شنبه؟ من دوشنبه ها و جمعه ها برنامه. امروز جمعه، پس دوشنبه بودم. بله، زنگ زدم ثانیه های آخر برنامه شما بود، بعد نتونستم باتون صحبت کنم. گفتن از اتاق فرمان روز جمعه شما بیاین میتونین صحبت کنین. من دو تا نکته رو میخوام براتون توضیح بدم. فارسی من زیاد خوب نیست. فارسی تو خیلی قشنگه. بله بفرمایید، چون خطم هم خیلی روشنه. من در خدمت شما هستم. بله، دیدم شما گذاشته بودین یکی از نمیدونم تلویزیون هایی که تو آمریکا پخش میکردن، یه آقای اومده بود فکر کنم تلویزیون صدای آمریکا بود، گفته که زرتشتی ها بعد از اسلام اومدن. بله 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 بله، همچین آقای صدرالاشرفی، صدرالاشرافی، یه همچین حیوانی بودن. بله بله، من همچین چیزی نیست. الان من به خدمتون میگم، من یک فیلم مستند دیدم تو یکی از کانال های مسیحی در آمریکا. من عربی هم میفهمم. بعد این گذاشته بودن وقتی که اسلام وارد شمال آفریقا شد،
میدونی شمال آفریقا که لیبی هستش و مغرب هستش و الجزایر هست، اینا چی زبانشون امازیقی بود، اینا بهشون میگفتن بربریان. بله. بعد من یادم بود تو ایران که میخوندیم تو تاریخ میگفتن بربریان قوم‌های وحشی هستن اینا. خب چون که همش تاریخ ایران همش تحریف شده است. بله. اینا اصلا همچین چیزی نیست. من یه برنامه دیدم یه آقای نشسته بود میگفت زمانی که اسلام وارد لیبیا شد، لیبی زمانی که بود تاریخ ابن خلدون، الان اگه شما میتونید پیشتون بنویسین یادداشت کنین برین دنبالش بگردین ببینین حرفام درسته یا نه. بله حتما. بله تاریخ ابن خلدون جزء 6 صفحه 121 بله. نوشته بودن وقتی که مسلمونا از شبه جزیره عربستان سعودی وارد لیبیا شدن، مردم ها رو می کشتن، زبونشون رو می بریدن، بعد بهشون می گفتن شما باید بچه هاتون رو بفروشین به ما جزیه بدین. زمانش هم عمر ابن عاص بود اونجا که رفته بود، فتوحات می گفتن فتوحات اسلامی. بله. نازنین گلم خیلی ممنون میشم که خیلی یه کمی مختصرتر بفرمایید. بله اونجا هم میگفتن دینهایی بود، دین مسیحی بود و دین یهودی بود و دین زرتشتی بود اونجا. چطور این آقا میگفت زرتشت بعد از اسلام اومده؟ من که عرض کردم خدمتون، گفتم حیوانی به نام صدرالاشرافی دیگه، اون شما تا تهش بخونید. ما همون نشون دادم که ببینید چه کسایی الان هستن و تلویزیون صدای آمریکا چه کسانی رو میاره و چه مزخرفاتی میگن. من منظورم همین بود که دقیقا فرمایش شما بود. اگر اجازه بدین من برم خط بعدی. یه نکته دیگه داشتم خیلی بفهمید. مهمه درباره آقای احمد مدنی. بله بله. نمیدونم وقت به من میدین بگم یا سه‌شنبه بیام؟ چقدر طول میکشه؟ ممکنه یه 3-4 دقیقه بیشتر طول بکشه. میتونم خواهش کنم دوشنبه آینده تشریف بیارین در مورد مدنی صحبت کنیم؟ بله، چون که من این کاری که شده با من بود آقای آریا باقری. بله باشه، پس من منتظرتون هستم دوشنبه ساعت 9 مثلا 9:45 دقیقه. بله بله خیلی ممنون، قربونتون برم، سپاسگزارم از محبتتون. مرسی مرسی. خط 3 در خدمت شما هستم، بفرمایید. خواهش میکنم آقای باقری، درود بر شما. درود به شما عزیزم، ارجمندم، بفرمایید. خواهش میکنم راجع به سفره ابوالفضل که شما اشاره کرده بودید. این سفره ابوالفضل سفره انگلیسه. بله سبحان و تعالی انگلیس. بله این انگلیسی ها این خرافات تو ایران آوردن زمان صفویه. درسته. بعد اینایی که میرن اونجا اینا پیرو سبحان تعالی انگلیس هستن و پیرو انگلیس هستن. اگه شما ملاحظه بفرمایید آقای روحانی جکسترا میاد ایشون رو بدرقه میکنه. درسته درسته. پس ما میدونیم ثابت کنیم که سفره ابوالفضل سفره انگلیسه. همون من عرض کردم خدمتون که در سفره پرچم انگلستان، عکس ملکه انگلستان و کتاب عرب ها، قرآن عرب ها هست در اون سفره، به همون دلیل. و سفره به نظرم دیدنیه، اگر کسانی که اونجا حتما برن اینو ببینن. خوشحالم که اومدین روی خط. خط 2 در خدمتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم آقای باقری، درود بر شما. درود به شما عزیزم، بفرمایید. آقای باقری جونم، آقای باقری من میخواستم راجع به یک خائن به این مملکت، به این پرچم و به شاهنشاه این مملکت به نام دریابان رمزی حسین رمزی عطایی راجع به چند کلمه بگم. رمزی عطایی؟ من نشنیدم تا حالا که خیانت حسین رمزی عطایی دریابان عطایی. بله اولا ایشون فرمانده نیرو دریایی بودن و حسین هم به نظرم نداشتن، فقط رمزی بودن. ولی حالا شما بگین، ولی من خیانتی اولین بار دارم هرچی حرفی میشنم. بفرمایید. من شنیدم که ایشون رشته کلانی از انگلیسی ها گرفته بودن و یک مقدار تسکیات نیرو دریایی که اصلا به دست نخود، حتی یک روز و یک ساعت به درد نیرو دریایی نخود، خریده بودن. نه 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 نمونی عزیز.
بله بفهمید. بفرمایید. شعبانو در یک مهمانی جواهرات گران قیمتی به خانم ایشون دیده بودن که دستور دادن تحقیق کنن این پولا رو این از کجا میاره، بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که ایشون رشوه‌های زیادی گرفته و شاهنشاه ایشون با اردنگی انداختن بیرون رفت. نه دوست عزیزم، دوست عزیزم، قربون شکلتون بر. اجازه بدید من الان توضیح میدم چون من میشناسم، من اونجا کار کردم. اجازه بدید من توضیح بدم، سپاسگزارم. نازنینم، تیمسار عطایی نه با انگلیس صحبت کرد، افسر بسیار ارزشمندی بود، بسیار نازنین بود، یک ایرانی واقعا، آبادانی بود، خوزستانی، من بهش افتخار میکنم، نه من، تمام نیروی دریایی. چرا اخراج شد؟ اخراج اولا که خب میدونید که اتفاقی افتاد و دلیلش هم یک ناخدایی بود که حالا نمیخوام اسمشو بیارم، اون دستش توی کارهای که توی چاه بهار میکردن و ساختمان سازی و اینا رشوه زیاد میگرفت، اون یه مقداری از اون پول رشوه رو داد به تیمسار عطایی بیچاره و اینم مثلا گردنبندی هم که میگین همش اون موقع البته خیلی زیاد بود، 70,000 تومان بود گردنبند و گردن دختر آقای شریف رازی همسر تیمسار عطایی بودن و گردن ایشون دیده بودن و بعد البته اون اصلا زیاد مسئله نبود، مسئله این بود که دست اون به حساب بانبازی و پول گرفتن ها و اینایی که در اونجا راه افتاده بود اونا رو کش کردن و 15 نفر رو اخراج کردن متاسفانه، ولی افسر بسیار ارزنده بود، اصلا با انگلیسی ها ارتباطی تا اونجایی که من میدونم نداشت. سپاسگزارم که اومدین روی خط. خط یک در خدمتتون هستم، بفرمایید، خواهش میکنم. خط یک در خدمتتونم. او ببخشید. خط یک در خدمتتون هستم، بفرمایید. درود به شما. درود به شما عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم. جناب آقای خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. مرسی. من از ایران تماس میگیرم، از آذربایجان. بسیار لطف میکنی عزیزم. مرسی. از چه روستا؟ زنده باد، زنده باد. خواستم یه چیزی بیان کنم. جناب آقای جونم. من نمیدونم این همه آدم تو اپوزیسیون خارج حرفای مثلا یه چیز اینجوری حرف میزنه، یه چیز اونجوری حرف میزنه، چند سال 34 سال از این حرفا میشنویم میگیم، متاسفانه هیچ اثر عملی نشون نمیده. بله درسته. بله بله. نمیدونم مشکل از ایران یا از مثلا اپوزیسیون خارج از میهن. بله خواهش میکنم، جهت اینی که مثلا ملت ایران اکنون در یه وضعیتی قرار گرفتن، همه درداشون نمیدونن چه جوری بیان کنن، خودشون علاف موندن. من خودم یه روستایی هستم، تا حالا هر روز وظیفه دارم دو نفر آگاه کنم که آقای فلانی از شما موقع نیست، بیایید متحد بشیم، بیایید اونا چه حرف راست میگن اونا رو بالای کنیم. به تلویزیون های مثلا چند تلویزیون سیاسی هست خیلی ها خودشون میدونید. بله بیشش میاد مثلا یه حرف های میزنه ما رو گنگا میکنه. درسته. خواهشم از ملت ایران اینه، مردم بیایید اول آگاهی لازمه آزاد چیزه، آگاهی لازمه آزادی است. زنده باد، زنده باد. باید ما این آگاهی رو داشته باشیم، کاملا بدانیم چه حرفهای درسته، چی تو حرف درست میزنه، درست چه حرف غلط میزنه. بله نازنینم، هموطن آذری گلم، فکر میکنم که شما فرمایشتون کاملا روشن بود و مفهوم، همه توجه کردن. خیلی ممنون از این که به برنامه های ما گوش میدین و با ما در حساب نظر نازنینتون رو در میون گذاشتین. من میتونم ازتون اجازه بگیرم برم خط بعدی؟ بنابراین یک خواهش میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم. من سخن با اونا که خارج از ایران زندگی میکنن. بله. ملت ایران وقتی شما نمیتونید 20 دلار 10 دلار کمک به این تلویزیون بکنیم، ما که جمعیت ایران با خونمون معامله میکنیم،
چرا شما کوتاهی میکنید؟ مثلا خون من دست شماست، اگه شما 10 دلار 20 دلار به این تلویزیون کمک کنید، من خونم به جوش میاد، میگه پشتیبانی دارم، پشتیبان من کسانی هستم واسطن زنده با با کمال من با اراده کلی حرفامو درست میزنم، جلو پیش میرم انشالله به امید پروردگار سریعتر این ایران ما آزاد میشه. فقط روسیه‌ای به کسانی میمونن حرفای دروغی میزنن. زنده باد قربونتم، خیلی ممنونم. نمیگیرم از صحبتاتون هم بسیار بسیار تجربه کافی میگیریم انشالله. تمام تلویزیون های سیاسی اونا که واقعا سیاسی هستن، واقعا تشکر میکنم، تشکر از کارکنان تلویزیون ایران آگاهی. زنده باد رضا شاه پهلوی، زنده باد رضا شاه بزرگ شاه خدر، زنده باد ملکه مادر فرای پهلوی. قربونت برم، سپاسگزارم. زنده باد ملت ایران و اونایی که شما گفتین. خط دو در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود به شما ارجمندم، بفرمایید. خواهش میکنم. معذرت میخوام در باره اشعار آقای مسعود صدر و آقای و علیرضا شجاعپور، هر دوشون خلاف به عرضتون رساندن. بله. میخواستم خدمتتون عرض کنم که مطلقاً اشعار آقای صدر با هر دو اینا من روابط صمیمانه دارم. مطلقاً هر کی گفته غرض‌آلود صحبت کرده، مطلقاً همچه چیزی وجود نداره. بله. اشعار علیرضا شجاعپور کتابش الان در دست منه، اشعار و گفته های آقای صدر، مسعود صدر هم هر دوش دارم، هر دوش هم از دوستان صمیمی منه. هر کسی به شما این صحبت کرده مطلقا، و خواهش هم میکنم از شما به قبل از این یک قضاوت عجولانه نفرمایید. چشم. شما نظرتون چیه؟ شما میفرمایید که از خودشونه؟ صد درصد مال مسعود صدر، مال خودشه. من خودم یکی از اونایی هستم که اکثر اشعار آقای علیرضا شجاعپور که در زمان که اینجا دوست صمیمی منه، پسرش الان اینجا هست، عروسش اینجا هست، و آقای مسعود صدر یکی از دوستان صمیمی منه، مطلقاً اشعارشون هم وزنش هم قافیهش از تمام لحاظ که فکر کنید، حتی میتونن از شعری که آقای علیرضا شجاعپور برای آقای مسعود صدر گفته براتون همین الان از حفظ بخونم. حالا قربان یه سوال دارم حضورتون. من نهایت احترام رو به فرمایش شما میذارم، روی چشمم هرچی گفتین، ولی یه سوال دارم. آیا میشه که شما یه روز صبح بلنشین یه دفعه شروع کنین یه قصیده بسازین؟ یعنی بدون هیچ سا، یعنی ایشون نباید یعنی دلیل کسایی که میگن که اونها هم آدم های موجهی بودن این حرف رو زدن، میشه که میگن چی تو یه خط شعر از ایشون در هیچ جایی قبلا نبوده، یه دفعه شروع کردن یه قصیده رو نوشتن. اجازه بفرم، من آقای مسعود صدر از 25 سال پیش میشناسم، آقای علیرضا شجاعپور رو از 28 سال پیش میشناسم. گود جا. بله. و تمام اشعار اینا هر دوشون شاد موقعی که ایشون هم اثر بودن میشناسن، و شاعر بودن آقای مسعود صدر، و اصلا توت شعرشون، وضع شعرشون، وزن شعرشون با هم متفاوت متغیره. من خودم یکی از شناخته شده های این منطقه هستم، میشناسم هیچ کسم، یعنی نمیخوام ادعا بکنم، من اشعار 112 بیتی آقای علیرضا شجاعپور رو چندین مرتبه در مجالس خوندم، 70-80 بیتی نظامی رو میخونم، اکثر مردمی که با من سرکار دارن، با ساکرامنتو، با شمال کالیفرنیا سرکار دارن، منو میشناسن، در جلسات شعری منو میدیدن و میشناسن.
سپاسگزارم از اینکه لطف کردین روی خط من اومدین. من صورت نازنینتون رو میبوسم. حرفاتون مثل گوشواره به گوش چی میگن عقل ما آویزان شد. مرسی. من پیشونی مردونه شما رو میبوسم ولی زود قضاوت نکنیم و من به خاطر هر دوی آقایون به دو خاطر آقای علیرضا شاپور و آقای صدر اومدم مزاحمه وقت. چقدر لطف کردین، خوشحال شدم، مرسی. من اون کسی هم که به من این مطلب رو گفته در 20 سال قبل حتی شنیدم که این داستان رو در روی روزنامه آقای شریف، آقای نمیدونم چی، صبح ایران یا عصر امروز، اینا رو مطالب رو نوشته بودن. من از اونجا گرفتم و کسی هم که به من گفته آدم بسیار بسیار مورد بسیار قبول من بودن. بشر اشتباه کاملا حق با شماست. حق با شماست. قربونتون برم، مرسی. خط 4 در خدمتون هستم، بفرمه خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم، بفهمه خواهش. باشه شما قربان، من از فینیکس زنگ میزنم. یک دونه سوال داشتم، یه چیزم خواستم بگم. بفهم. این حوریای 72 متری رو آیا در قرآن نوشته؟ هم در نه اینا نه حوری رو هست، ولی اینا رو آخوندا درست کردن و اینا تمام به حساب چی میگن چیزایی است که از میگن از قول پیغمبر و از قول اماما و اینا، که و به ویژه در کتاب کلینی و بعدش علامه مجلسی و بعدش خمینی، کتابای اینا رو که مطالعه کنین بله کاملا هست که شما مثلا حوری 72 کیلومتر شما مثلا لبشه که ببوسی. کتاب دیگه هست بله بله، نه تو قرآن فکر نمی کنم من چیزی باشه. شما میدونید که این 72 متری از کی اومدن به قول معروف توی حالا هر کتابی؟ من میدونم، میخوام یه چیزی بگم. بله بفرمایید شما. من فکر میکنم که اصلش از همون کلینی بوده در 1000 سال قبل و بعدش خیلی خیلی آتیش زده و خیلی تند و تیزتر و بیشترش کرده علامه مجلسیه که خدای آخوندهای شیعه است. حالا شما امرتون رو بفرمایید در خدمتتون. عرضی بکنم، عرضی داشتم. واحد متر 332 سال پیش درست شد. نمیگم اختراع شد، یک کلمه بله. درست شد. بله بله. 32 سال پیش 72 متر اگه ما داشتیم، ما 32 سال پیش واحد متری هم که هست که توی موزه لندن هم نگارش می‌دارن که بزرگ و کوچک نشاله زیر یک حرارتی. درست. پس ما تا کی باید انقدر که به قول آقای رضا فاضلی بگیم با آفرین جاش خالی، جاش خالی، واقعا که جاش خالی. من این کارو کردم فقط به خاطر اینکه برنامه‌های آقای رضا فاضلی رو نگاه می‌کردم، همیشه میگفت هر چی که می‌شنوین برین دنبالش. آفرین. همینطوری گوش نکنی. بله. من خیلی براش تنگ شده، برای منم تو قلبم همیشه زنده است. بله. و اون سروبری هم که شما انداختین روی کراوات به خاطر اونه. آره. مال اونه؟ بله نه 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 مال اون نیست، ولی من چون در حقیقت برنامه من همیشه گفتم که یک پیگیریست از برنامه رضا فاضلی و عکسش هم میبینید در اول اوپنینگ برنامه هم نشون میدیم همیشه، و الان روزهای سه شنبه بین 4 تا 5 یا 3 تا 4 هم یک ساعت از برنامه شو تلویزیون ما پخش میکنه. بله صبح من نگاه میکنم ساعت 3 یا 4. بله 3 یا 4 سه شنبه بعد از ظهر. بله سپاسگزارم. نوبتم میدم بداری. سپاسگزارم از اینکه اومدین رو خط. خوب باشید. قربونتون برم. مرسی. خط 1 در خدمت شما هستم. بفرمایید. صداتون خیلی ضعیفه. یکم بلندتر صحبت بفرمایید. جناب آقای باقری عزیز دلم. در خدمت شما هستم عزیز دلم. زنده و پاینده باشی. آقای باقری عزیز. جون. پرواز عزیز ایرانی. قربونتون برم. زنده باشی. ببین این عزیز دل ما اینو چجوری برای تو سفسره رو ایجاد میکنه؟ این سفسره بازی ها تو این تلویزیون نبایستی باشه عزیز من. بله این تیزی تو این پایگاه مبارزاتی بایستی مسیری بشه، ما نبایستی من یک نیم ساعت باشه این ایر باشن. درسته. شما محبت کن، تحمل کن، ولی توجه خوب این مسائلی که ایران آریایی در خطر بزرگی قرار داره. ایرانیان میاد داستان میگن
درست. زبان ایرانی تو باید میکنم خیلی داستان میگن با همون توجه بکنم به اون عزیز آذربایجانی ما اونی که خواهد میکنه بله بابا سیب برای نجات کشورمون نه به زبانت باشی فکر بکنی بله نباشی داستان بگی راست میگی تمام وجود ما باید برای ایران باشی ایران رو در خطره سپاسگزارم من سپاسگزارم کاملا حرفتون من شما یه مدت توجه کنم ایرانیان توجه بکنن من سرباز سپاهی دانش ایران آدیایی هم زنده با ایرانیان به ایران فکر بکنید به کشوری که در خطر نابودی کامله فکر بکنید داستان نگید درست وقت آدیا واقعی عزیز ما هم نگیرید ایشان عزیز ما قربونتون فکر ماست اونجا نشسته پیر مرده من پیرمردم من مردم ایرانیان فکر بکنید چجوری باید ایران ایرانی زنده باشه درسته زندگی بکنید به ایران فکر بکنید عزیزان داستان نگید از اون تقاضا میکنم به ایران فکر بکنید سپاسگزارم نازنینم حتما چقدر حرفاتون واقعا دلانگیز و زیباست مرسی که لطف کردید ایران ایران آبیایی پاینده ایران پاینده ملت قهرمان ایران قربونتون برم خدا نگهدارتون مرسی خدا حافظ خب بینندگان ارجمند تقریبا فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم یه موزیک قشنگ ایرانی هم داریم براتون بخوام پخش کنین فقط یک اجازه بدید من یک مطلب بسیار زیبایی رو در مورد آموزش در زمان پادشاه ایران رو خدمتون بخونم از کتاب محمد رضا پهلوی آخرین شاهنشاه یادتون نره این کتاب رو اوردر بدین کتاب در حدود 850 صفحه است و این یکی از کتابایی است که فکر میکنم که حداقل 90% بی‌غرض نوشته شده و بسیار موثقه اینه که چادم 95% نمیدونم یه چیزایی من لابلاش میبینم که احساس منه البته شاید من اشتباه میکنم که 100% بعید نیست یعنی اگر من چیزی میگم همینجور که این بیننده ارجمندمون گفتن و راجع به رضا فاضلی راست میگه هرچی میگیم من معمولا مخصوصا کتاب میکنم میخونم صفحهشو میگم بهتون خود کتاب رو میگم بنمایه هاش رو میگم مأخذش رو میگم توجه بفرمایید که واقعا حرفی که میزنم درسته یعنی گوش بدین ولی برین دنبالش ببینین حرفی که این آقای زد درست میگه یا حرف بی خودیه و روی عقلتون با 4 تا صحبت کنید با 4 تا آدمی که بی غرضن نه اونی که مسلمونه و شلو زرد میپزه و سفره میندازه اون نه اون بگی میگه علی و فلان واقعا من یه دفعه با یه جوونی صحبت میکردم همین داستان عکسو گفتم گفتم آخه چطور عکسی که اینه این جوری به ما نشون داد گفت نه آخه اینا که عکس نداشتن که اینا از روی خصایص و چیزایی که این مرد داشته علی براش درست کرد حالا بگذریم از زمان دانش در زمان پادشاه ایران رو میخوام خدمتون بخونم. میگه طبق آمار تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی بین سالهای 1964 تا 1976 یعنی در طول 13 سال از مرز 1,700,000 نفر به مرز 4,100,000 نفر رسید 76 یعنی 3 سال قبل از فتنه در مدارس متوسطه در طی همین مدت از زمان 64 تا 76 فرنگی تعداد دانش آموزان از 326,000 نفر به 2,000,000 رسید یعنی 7 برابر شد از 52,000 دانشجوی دانشگاهی 1/3 آن را دختران تشکیل می دادن. طبق همین آمار از سال 1975 44% از تمام فارغ التحصیلان رشته پزشکی و 47% از فارغ التحصیلان رشته داروسازی و علوم اجتماعی 55% از فارغ التحصیلان رشته تربیت معلم را همین دختران تشکیل می دادن و با این چنین سیر صعودی قرار بود تهران در سال 1980 یعنی 1 سال بعد از انقلاب مهماندار کنفرانس بین المللی دانشگاه ها باشد چقدر دیگه فرصت دارم؟
5 دقیقه دیگه این مطلب ها میخونم بعد موزیکمون رو بعد میام خداحافظی میکنیم. رشد پرورشی اجتماعی ایران بر روی عملکرد سپاه دانش، سپاهی که جهت ریشه کن کردن بی سوادی در ایران تشکیل شده بود، بنا گردید. سربازان این سپاه بعد از یک دوره تعلیماتی 4 ماهه عازم دورافتاده ترین نقاط دهات ایران می شدن. در شروع انقلاب سفید 1341 85% جمعیت کشور ایران از نعمت سواد بی بهره بودند. در طی دوران 14 سال بعد از انقلاب سفید به واسطه خدمات این سپاه تعداد بی سوادان ایرانی از 85% به 55% تقلیل می یابد، که البته فکر کنم بسیار به کمتر، به حتی در 20% بی سوادی رسیده بود. و یونسکو، یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد، این شاخص را به عنوان یک رکورد ثبت می نماید و سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عقب مانده و در حال پیشرفت توصیه می کند که از سپاه دانش ایران جهت رشد اجتماعی ملتشان سرمشق بگیرد. این یکی از بزرگترین اقداماتی بود که پادشاه ایران انجام داد. به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بعد داشت؟ اگه سواد داشتیم، اگه مطالعه میکردیم، به این روز نمیافتادیم. خب میتونیم اون موزیک اون خانم چیزو پخش کنیم و بعدش وقت من بیام خداحافظی کنم. پس یه موزیک ایرانی از یه بانوی ارجمند ایرانی که الان میبینید که اسمشون هم کارگردان بهمون میگن که خب میاد الان روی صفحه براتون، موزیک رو گوش میدیم، من بعد میگردم از حضورتون خداحافظی میکنم. در خدمتتون هستم. جهان هیچ دوست دارن تو را ای کهن بومبر دوست دارن، تو را ای گرانمایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارن. چه جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای گرامی گوهر دوست بزرگان، بزرگا فرین نام ور دوست دارم، هم آفاق رویایت را که جاوی در آفاق رویا سفر دوست دارم، جهان تا جهان است پیروز باشی، برومند و بیدار و بهروز باشی،
کنی. قربونت برم. خب عزم به حضور مبارکتون که من برنامه‌ام تموم شد. یه لحظه فقط یه بیننده خواست که در مورد ما یه سفارشی به عزیزان بکنه. ببخشید خط یک در خدمتتون هستم، بفرمایید. خیلی سریع. درود بر آقای باقری. درود به شما عزیزم. قربونتون. خیلی سریع بفرمایید. من باید بله بله میخوام بگم کسایی که واقعاً حالا هر جوری میتونن کمک میکنن، من هم دارم ایران این واقعاً سه سال من دارم نگاه میکنم به این تلویزیون آریایی. نازنینم یک دنیا سپاس. کارگردان دارن به من دستور میدن که من برنامه رو ببندم. میخوان گوش حضورتون باشه بعدا با هم صحبت کنین، یعنی که روز دوشنبه آینده تشریف بیاریم با هم صحبت کنیم. من میخواستم فقط توضیح میکنم به کسایی که میپرستن میخواهم کنم حمایت میکنم یک دنیا باشه باشن این مردم واقعا کمک کنید. بابا دیگه بس دیگه مردم دیگه نمیدونم میخواد کار کنم. راست میگه، راست میگه. سپاسگزارم عزیزان. توجه کنید یک بیننده عزیز از ایران چی میگه. قربون شکلت برم، خدا یار نگه دارت با خدا. خب بینندگان ارجمند، وقتمونم داره سرریز میشه. مثل همیشه میگیم به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها، و به امید رهایی ایران در آتیه بسیار نزدیک، آخرین کلام رضا فاضلی رو که میگفت که آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. من همه شما رو به اهورامزدای ایران میسپارم. خواهش میکنم ازتون به اون اوپنینگ برنامه من و کلوزینگ یعنی و باز کردن و آخرش رو، اینا رو عکساشو توجه کنین، به نوشته هاش توجه کنین. انسانهایی که در اول برنامه بهتون نشون میدم ببینید کسانی هستن که همه به دست اسلامیای جمهوری اسلامی و غیره کشته شدن و در آخرم وضعیت ایران رو. همه شما رو به خدا میسپارم. دیدار در دوشنبه صبح و امشب بازبخش بکنم ساعت 9:30. قربونتون، خدا نگهدار.